سلام دوستان، خوش اومدید. اومدیم امروز با یک ویدیو دیگه در رابطه با ویدیوهای پوستی و روش‌های کلینیکی در منزل. ویدیو امروز در رابطه با لیپ فیلر هستش و بزرگ کردن لب‌ها با هایلورونیک اسید در منزل هستش. قبل از اینکه جلو بریم و این ویدیو رو من با شما شیر بکنم، باید اینجا بگم و لازم هستش که بگم که دوستان، تمام کارهایی که من اینجا میکنم به عنوان روش‌های کلینیکی و پروفشنال پوستی تماما تجربه‌های شخصی خود من هستش و دلیلی نداره که شما بخواین همین کار رو تکرار کنید. چیزی نیستش که در واقع حالت آموزش پروفشنال باشه و به صورت آفیشالی یا رسمی من بخوام به صورت آموزشی بخوام اینا رو با شما در میون بذارم. تمام کانتنت و محتوایی که میبینید تماما تجربه‌های شخصی من هستش که به عنوان سرگرمی اینجا باهاتون شیر میکنم و اگر هر کسی دوست داره از این روش ها برای خودش استفاده کنه و در منزل این کار برای خودش انجام بده و یاد بگیره، با مسئولیت خودش هستش و کاملا باید موارد گفته شده رو متوجه بشه و درک بکنه. بریم سر موضوع ویدیو. روشی که باهاتون شیر میکنم روشی هستش که من گاهی اوقات انجام میدم. مثلا اگر دوست داشته باشم برای یکی دو هفته لبای پرتر و پلامتری داشته باشم، یا مثلا بخوام یه جایی دعوت شده باشم و بخوام جایی برم و دوست داشته باشم که حالا یه مقدار لبام رو انهانس کنم، یعنی یه مقدار قشنگتر بکنم، این کار رو انجام میدم. این کار نتایجش حدود 1 الی 2 هفته، تقریبا میشه گفت 2 هفته روی لبتون میتونه بمونه. البته با روشی که نشون میدم خیلی خیلی بهتر از روش های دیگه هستش که به صورت پروفشنال خودتون میتونید در منزل بدون اینکه بخواید تزریق مستقیم بکنید انجام بدید. توی این روش ما از دستگاه مایکرو نیدلینگ دکتر پن استفاده میکنیم و از کارتریج سوزن 16 تایی من استفاده میکنم. اگر نمیدونید دستگاه درماپن دکتر پن چی هستش، من یه ویدیو کامل آموزشی دارم که میتونید مراجعه بکنید و ببینید طرز آموزش با این دستگاه رو که بسیار عالی هستش و همه کاره هستش. و آف کورس که برای فیل کردن و پر کردن لبامون از هایلورونیک اسید خالص استفاده میکنیم. من قبل از اینکه بخوام این کار رو انجام بدم یه توضیح کوچولو بهتون میدم که از چه موادی میخوام استفاده بکنم. ببینید، آف کورس که ما از الکل ضد عفونی استفاده میکنیم. من از کرم نام کننده یا بیهسی موضعی استفاده میکنم روی لبهام. قبل از اینکه توضیحات اضافه رو بدم، من این کرم رو روی لبهام میزنم که اثر بکنه. همینجور که دارم باهاتون صحبت میکنم معذرت میخوام، اول لبام رو کاملا تمیز و ضد عفونی میکنیم با الکل و با آرایش پاکن اگر آرایشی داریم. بعد از اینکه با آرایش پاکن پاک کردم، با وایپ آرایش پاکن پاک کردم، یه مقدار آب اسپری کردم و چیزایی که مونده بود دارم تمیز میکنم. بعد از اینکه لبم رو کاملا تمیز کردم، یه پر دیگه برمیدارم و با الکل آغشتش میکنم و الکل رو روی لبم میمالم که مطمئن بشم کاملا ضد عفونی شده. اگر میخواین این کار رو انجام بدین، حتما دقت بکنید که لبتون زخم نباشه و هیچ مشکلی نداشته باشه، چون ممکنه الکل اذیت بکنه یا دستگاه ماکرو نیدلینگ میدونی که نباید به جایی که زخم داره و کامل نیستش کشیده بشه. بعد از اینکه لبامونو کاملا ضد عفونی کردیم، از کرم بی‌حس کننده موضعی من مقداری میزنم. خب، اجازه میدم این کرم کار بکنه حدود 10 دقیقه که کاملا لبای منو بی‌حس بکنه. یه توضیح کوچولوی دیگه که میخوام بهتون بدم که پروسه در واقع این چی هستش این چیزی که میبینید دوستان محلول DMSO هستش.
توی ویدیو قبلی کاملا شما رو با DMS رو آشنا کردم که یک نوع در واقع میشه گفت اکسیر جوانی هستش. اگر نمیدونید DMS رو چی هستش حتما به ویدیو من مراجعه بکنید و متوجه بشید کامل که DMS رو چی هستش که بعد بتونید بیاید و حالا اگر خواستید این پروسه رو بعدش انجام بدید. خیلی مهم هستش که شما وقتی با DMSO کار میکنید کاملا بدونید که دارید چی کار میکنید و متوجه بشید که اصلا این ماده چی هستش. من توی یک شیشه، یه بطری شیشه محافظ نور در واقع محلول DMSO 50% آماده کردم و یه توضیح کوچولو بگم که چرا من از DMSO دارم استفاده میکنم. من بعد از اینکه کرم بیهست کننده منزعی رو از روی لبام پاک کردم، یک لایه از این محلول 50% DMS رو روی لبام میزنم. محلول DMS رو به صورت اختصار اگه بگم اینجا، باعث میشه که تمام بافت لب باز بشه و هر چیزی که بعد از زدن DMS رو روی هر قسمت از پوست بدنتون شما بزنید سریعا جذب عمق پوستتون میشه هر جایی که باشه و برای همین ما داریم از این محلول استفاده میکنیم. لازم به ذکر هستش که این محلول ضد درد و اینفلیشن و التهاب هم هستش و تقریبا میتونم بگم یک معجزه طبیعی توی طبیعت هستش. حتما اگه DMS و ویدیوشو ندیدین حتما برید ببینید. من الان احساس میکنم که لبام خیلی نام شده و وقتی که اینو پاک میکنم یه مقدار عظیم میزنم و یه مقدار صبر میکنم. خب من از این یک مقدار روی لبم میزنم و 10 دقیقه صبر میکنم تا کاملا بافت پوست منو باز و آماده بکنه. دقت بکنید این ماده بسیار بسیار یه چیز خیلی خاصی هستش، یعنی وقتی که روی سطح پوست مالیده میشه هر چیزی که روش بخوره میره داخل سطح پوست. یعنی شما اگه دستتون آلوده باشه و این رو به یه قسمتی از پوستتون بزنید و بعد انگشتتون تمیز نباشه انگشتتون رو حالا اون قسمت بزنید، هر ناخالصی و آلودگی و باکتری که روی این انگشت باشه مستقیم وارد داخل بافت پوست و شریان خون میشه. پس خیلی خیلی مهم هستش که به این موضوع دقت بکنید. و من دستامو ضد عفونی میکنم که مطمئن بشم که مشکلی نداره، میذارم که خوش بشه که دستا کاملا تمیز هستش. یک پد مثلا میخوام گوش پاکم برمیدارم و از قطره چکون از داخل این مایه مقداری برمیدارم و روی این میچکونم چند قطره و روی لبم میمالم. انقدر این کار رو تکرار میکنم تا کاملا تمام سطح لب من آغشته بشه. وقتی با DMSO کار میکنید دقت کنید که هر چیزی که این مایه رو داره تاچ میکنه و لمس میکنه باید کاملا تمیز باشه. خیلی مهمه. اگر میخواین که با این مایه کار بکنید کاملا انتخاب شخصیه. شما میتونید هیالورونیک اسید رو بدون زدن این هم بزنید روی لبتون و آماده کنید. هیچ چیزی نداره، فقط اینکه این بهتر باعث میشه که هیالورونیک اسید جذب بشه. من این رو روی پوستم زدم، 10 دقیقه صبر میکنم. وقتی که شما این رو روی پوستتون میذارید آف کورس که تحریک میکنه بافت پوستیتون رو، ممکنه یه مقدار حالت ملتهب یا سوزش داشته باشه، کاملا طبیعی هستش. 10 دقیقه صبر میکنیم و برمیگردیم. خب بچه تقریبا 10 دقیقه شده و الان من آماده هستم که کار رو انجام بدم. از هیالورونیک اسید مقدار خوبی کم روی لبم میمالم و شروع به درما رولینگ میکنم.
من اگر بخوام به شما بگم از دکتر پن دارم استفاده میکنم، سوزن با کارتریج سوزن 16 تایی هستش و در واقع طول سوزن ها رو من روی نیم میل گذاشتم چون لب هستش. امتحان میکنم، اگر دیدم که نمیشه تحمل کرد و دردش زیاده آف کورس که کمتر میکنم، میارم روی 0.25 که کمترینه، اگر دیدم خیلی کمه میبرمش بالاتر، بستگی داره. بریم که شروع کنیم. این الان سرعت یک هستش، من سرعتش رو روی 5 میذارم و شروع میکنم. من اینو یه ذره طول سوزناشو بالاتر میبرم، روی 75 میذارم چون خیلی کم بود. نیازی نیست اصلا فشار بدین. به همین شکل که دارین انجام بدین، وقتی که لبتون خوش شد دوباره هایلورانیک اسید بزنین و اینو تکرار کنین. من اینو دوباره یه مقدار بالاتر میبرم، روی 1 میذارم. بیشتر هایلورانیک اسید میزنیم. دستگاه رو اصلا روی لبتون یا هر جای پوستتون فشار ندین. آموزش دکتر پن رو حتما ببینید اگر تا حالا با این دستگاه کار نکردید. حدود 10 دقیقه بچه ما این کار رو ادامه میدیم. من دوست دارم یه مقدار دیگه اینو سوزن رو بیشتر بکنم، بیشتر هایلورانیک اسید میزنم. من روی 1.5 میل گذاشتم. درزن بچه شما اگه دستگاه دکتر پن رو ندارید میتونید از درمال رولر هم مثل همین استفاده کنید و رول بکنید، کاملا همین هستش. یه مقدار ممکنه زخمای خیلی ریز به خاطر چنلایی که دکتر پن ایجاد میکنه رو پوست ایجاد بشه، رو لبتون کاملا نرمال هستش. بچه لیست تمام پروداکتایی که من استفاده میکنم رو برای خرید، لینکش رو تمامش رو توی قسمت توضیحات ویدیو زیر ویدیو لیست میکنم. روی خط لبتون هم میتونید برید که یه مقدار حالت لب رو بیشتر مشخص کنه. بعدا خب بچه ها فکر میکنم حدود 10 دقیقه شد که ما این کار رو کردیم. من این کارتریج رو دیگه استفاده نمی کنم و دور میندازم. دوبار تا حالا ازش استفاده کردم. خب حالا اگه من میخوام لبام بهتون نشون بدم، میبینید که یه مقدار آف کورس که پلامتر شده و بزرگتر شده و کاملا فرقش رو در واقع شما میتونید ببینید خودتون. من آف کورس که میام و شما رو آپدیت میکنم. یه زخمای ریزی روی سطح لب من ایجاد شده و کاملا طبیعی هستش و در عرض 2-3 روز آینده آف کورس که باید از لبتون مراقبت بکنید. ممکنه کراستی بشه، پوست پوست بشه، خشک بشه، کاملا طبیعی هستش به خاطر اینکه بدن سعی میکنه که لب رو هیل بکنه. اگه لباتون پوست پوست و کراستی شد، میتونید از لوشن لب و در واقع کرم های بازسازی پوست استفاده بکنید که اگه بخواید زودتر خوب بشه و لبتون رو نرم و چرب نگه دارین. لیست تمام پروداکتی که استفاده کردیم تا قسمت توضیحات ویدیو هستش و میتونید مراجعه بکنید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو پوستی دیگه، مواظب خودتون باشید.